سلام بر شما خوش آمدید به برنامه این هفته ای ایران و جهان در هفته ای که گذشت من فریبا شیرازی هستم در این برنامه اشاره داریم به برگزاری همه پرسی در اسکاتلند در گزارش به نشست پاریس برای تصمیم گیری در خصوص مبارزه با دولت اسلامی خواهیم پرداخت و نگاهی میکنیم به تصمیم کاخ سفید مبنی بر عدم حضور ایران در اعتلاف جهانی مبارزه با داعش. در ادامه نیز در گزارشهایی به افزایش دامنه فساد اقتصادی و راند در جمهوری اسلامی در خصوص پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد و بابک زنجانی خواهیم پرداخت در پایان برنامه طبق روال هر هفته با میستان بختیاری خبرنگارمان در ترکیه خواهیم بود تا ما را در جریان آخرین تحولات این کشور قرار دهد ده با ما همراه باشید سرانجام پس از هفته ها برگزاری کمپین در اسکاتلند برای ماندن یا جدا شدن از بریتانیا رای دهندگان اسکاتلندی با شرکت در همه پرسی و با اکثریت آرا استقلال از بریتانیا را رد کردند. به این ترتیب این سرزمین همچنان بخشی از پادشاهی متحد بریتانیا و ششمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان باقی خواهد ماند. میزان مشارکت در این همه پرسی بیش از 80 درصد بود. در اسکاتلند بیش از چهار میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که بیش از 84 درصد از آنها در این رفراندوم شرکت کردند. 55.3 درصد از رای دهندگان مخالف استقلال از بریتانیا و 44.7 درصد آنها موافق این جدایی بودند. همه پرسی در اسکاتلند نه تنها در بریتانیا بلکه در کل اروپا با علاقه زیادی دنبال میشد. جدایی اسکاتلند از بریتانیا می توانست پیامت های مختلفی را برای اتحادیه اروپا در پی داشته باشد. پوند بریتانیا نیست که در روزهای گذشته نسبت به یورو بخشی از ارزش خود را از دست داده بود، دوباره روند سعودی در پیش گرفت. هفته گذشته رهبران و مقام های ارشد بسیاری از کشورهای جان در پاریس گرد هم آمدند تا درباره نحوه مبارزه با گروه داعش در عراق و سوریه تصمیم گیری کنند. جمهوری اسلامی اما به این کنفرانس دعوت نشد. تهران اما با نمایشی خواندن این کنفرانس گفت جمهوری اسلامی در این نشست شرکت نخواهد کرد. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با نمایشی و گزینشی توصیف کردن نشست بینالمللی پاریس در خصوص مقابله با گروه داعش گفته است که جمهوری اسلامی در این نشست شرکت نخواهد کرد حسین امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری که در مبارزه با تروریسم به عراق کمک کرده است دانسته و افزوده که برای جمهوری اسلامی مبارزه باقی و غیر گزینشی با تروریسم در منطقه و جهان مورد توجه است این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتد پرس در روز جمعه 21 شهریور ماه خبر داده بود که حسن داناییفر سفیر جمهوری اسلامی در عراق گفته است جمهوری اسلامی از شرکت در نشست پاریس خوشنود خواهد بود بنابراین گزارش آقای داناییفر گفته بود از آنجا که جمهوری اسلامی علاقه زیادی به ثبات عراق دارد از شرکت در این نشست خوشنود خواهد شد وی افزوده بود که جمهوری اسلامی آماده ارائه هر گونه حمایت به همسایگان خود است و امیدوار است که نشست پاریس نتایج موفقت آمیزی در بر داشته باشد. رهبران و مقامای ارشد بسیاری از کشورهای جهان امروز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا درباره نحوه مبارزه با گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه تصمیم گیری کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که مخالفت هایی که در ایران در مورد شرکت در نشست پاریس شده در حالی است که اساساً از تهران دعوتی برای حضور در این اجلاس صورت نگرفته است پیش از این فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به عنوان میزبان اجلاس ابراز تمایل کرده بود تا جمهوری اسلامی در این نشست حاضر شود اما جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با این مسئله مخالفت کرده بود از دیگر علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل گفته است که بدون همکاری جمهوری اسلامی مقابله با داعش و توریست های منطقه موفقت آمیز نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر آقای ولایتی این سخنان را در دیدار با معاون وزیر امور خارجه مکزیک و خطاب به برخی کشورها بیان کرده است. علی اکبر ولایتی که ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مسلحت نظام را نیز بر عهده دارد گفته است آنهایی که در ایجاد داعش و قدرتگیری آن نقش داشتند و به این گروه تروریستی اجازه گسترش فعالیت به ویژه در سوریه و عراق را دادند امروز اقدام به مبارزه با همین گروه تروریستی کردند تأکید مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل بر نیاز به مشارکت جمهوری اسلامی برای مقابله با گروه داعش در حالی است که پیش از این معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در مقابل و آمریکا را ایجاد کننده گروه خلافت اسلامی توصیف کرده و بر این اساس گفته بود که همکاری دو کشور علیه این گروه به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری مر گفته است که جمهوری اسلامی جدیت در مبارزه با تروریست ها را در آمریکایی ها ندیده است او با اشاره به گروه داعش افزوده است که زمانی که همین گروه تروریستی در سوریه فعالیت میکرد قربی ها سکوت کردند و حتی در برخی از موارد در سوریه از سوی برخی از کشورها به گروه های توریسی کمک می شود. در تحول دیگر بحرین هم گزارش های منتشر شده درباره استقبال این کشور از حضور جمهوری اسلامی در کنفرانس پاریس را رد کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داد که وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه مطبوعاتی اظهارات منتسب به شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه این کشور در خصوص استقبال پادشاهی بهرین از حضور تهران در کنفرانس بینالمللی پاریس را رد و اعلام کرده که این اخبار نادرست است و همه آنچه که به نقل از وزیر خارجه در این باره منتشر شده کاملا تکذیب می شود. در رویداد دیگر هم جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که از پیشنهاد شماری از کشورها در خاورمیانه و خارج از این منطقه برای اعزام نیروی نظامی جهت مقابله با گروه خلافت اسلامی بسیار دلگرم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز جان کری که با شبکه تلویزیونی سی بی صحبت می گفته است کشورهایی در منطقه خاورمیانه و خارج از منطقه علاوه بر آمریکا آمادگی خود را برای کمک نظامی و اجرای عملیات نظامی اعلام کردند. جانکری در سفر هفته گذشته خود به کشورهای خاورمیانه کوشید تا کشورهای عرب منطقه را به مقابله با گروه خلافت اسلامی ترغیب کند. با این حال جانکری باری دیگر تصریح کرده است که آمریکا نیروی عملیاتی زمینی به عراق اعزام نخواهد کرد. مسئله ای که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بر آن تاکید کرد. وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرده است برخی از کشورها پیشنهاد اعزام نیروی زمینی برای مقابله با داعش را مطرح کردند ولی به گفته او ما به هر حال اکنون به این پیشنهادها فکر نمی کنیم. در رویدادی دیگر مرتبط با گروه توریستی داعش و کشور عراق گروه دولت اسلامی پس از گردن زدن دیوید هنس امدادگر بریتانیایی اعلام کرد که این قتل را به تلافی همکاری بریتانیا با آمریکا برای مقابله با این گروه انجام داده است در همین حال دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا قتل امدادگر بریتانیایی به دست گروه داعش را شرارت محسوسیف را محکوم کرد او وعده داد که از تمام توانش برای دستگیری قاتلان این شهروند بریتانیا استفاده کند تا عدالت در مورد آنها اجرا شود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز با صدور بیانیه ای قتل وحشیانه امدادگر بریتانیایی را محکوم کرده و با خانواده ابراز همدردی کرده است. آقای اوباما گفت که آمریکا شانه به شانه بریتانیا ایستاده است و تاکید کرد که مقابله با پیکارجویان گروه دولت اسلامی باید در چارچوب یک ائتلاف بین‌المللی باشد. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که جنرال جان آلن فرمانده سابق نیروهای بین‌المللی در افغانستان به سمت نماینده ویژه جمهوری آمریکا در اعتلاف جهانی علیه گروه دولت اسلامی منصوب شده است. گروه داعش در ویدیوی سربریدن امدادگر بریتانیایی فرد دیگری را هم نشان داده است که میگوید شهروند بریتانیا و هشدار داده که او را نیز خواهد کشت سخنگوی دولت بریتانیا میگوید که در پی انتشار این ویدیو دیوید کمرون با احضار وزرا و مقام های امنیتی ارشد یک نشست استرالی کمیته کبرا که کمیته ویژه امنیتی کابینه بریتانیاست برگزار کرد ادملیبند رهبر حزب کارگر نیز با صدور بیانی قتل آقای هنز را مشمعز کننده و وحشیانه توصیف کرده است. گروه تروریستی داعش روز 13 سپتامبر با انتشار ویدیوی اعلام کرد که سر دیوید هنز امدادگر بریتانیایی را بریده است. او 44 ساله در ماه مارس سال 2013 میلادی در استان ادلب سوریه ربوده شد. گفته گروه توریستی داعش پیشتر نیز دو خبرنگار آمریکایی به نام های جیمز فولی و استیون ساتلوف را به خاطر حملات هوایی آمریکا به اهدافش در شمال عراق سر بریده بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده حاضر به بحث و جدل با جمهوری اسلامی درباره کمک به مبارزه با گروه داعش نیست رهبر جمهوری اسلامی رو هفته گذشته و پس از خروج از بیمارستان گفت درخواست واشنگتن برای همکاری جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با گروه دولت اسلامی را رد کرده است ایالات متحده احتمال هر گونه همکاری نظامی با جمهوری اسلامی در قالب اطلاف علیه گروه داعش را منتفی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز جنساکی سخنگوی وزارت امور خارجی آمریکا، اگرچه یک بار دیگر تاکید کرد که دیپلمات های دو کشور در حاشیه گفتگوهای اتمی خود درباره بحران عراق نیز بحث کردند اما گفت که درباره مذاکرات دیپلماتیک چیزی را افشا نخواهد کرد او در این حال انجام گفتگوهای جداگانه با جمهوری اسلامی در خصوص عراق را منتفی ندانست و افزود که دائشی ها تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی و منطقه هستند خانم ساکی با اشاره به گفتگوها با جمهوری اسلامی در زمینه گروه داعش گفت من قصد ندارم به جزئیات هر یک از گفتگوهای سیاسی بپردازم اما بگویم که در حال همکاری نظامی نیستیم و نخواهیم بود وی ای با این حال ابزود قرار است اواخر این هفته در نیویورک گفتگوی هستهای را ادامه بدهیم و شاید فرصت دیگری باشد تا در آینده در هواشی جلسات در مورد عراق هم بحث کنیم. بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ساعتی پس از سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد مسائل عراق منتشر شد. آقای خامنه ای که پس از مرخص شدن از بیمارستان سخن می گفت اظهار کرد که آمریکا از جمهوری اسلامی درخواست گفتگو و همکاری نظامی در عراق را کرده بود اما او با این خواسته مخالفت کرد او همچنین با پوچ تو و جهتدار توصیف کردن سخنان مقام های آمریکایی درباره تشکیل اطلاف بین المللی برای مبارزه با گروه دولت اسلامی گفت حرکتی که در عراق انجام شد و کمر داعش را شکست کار آمریکایی ها نبود بلکه کار مردم ارتش و نیروهای مردمی عراق بودند این سخنان رهبر جمهوری اسلامی و واکنش وزارت امور خارجه آمریکا به آن در روزی منتشر شد که رهبران و مقامهای های ارشد آمریکا، فرانسه، عراق و دهها کشور دیگر جهان برای بررسی نحوه تشکیل اطلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی در پاریس گرد هم آمدند. از جمهوری اسلامی و سوریه دیگر همسایه عراق برای شرکت در این نشست دعوت نشده است. در همین راستا جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز پس از نشست بین امنیت عراق در پاریس گفت بحث در این زمینه با جمهوری اسلامی سازنده نیست. آقای کری گفت او درباره برداشت ایرانی ها از بحث هایی که صورت گرفته یا نگرفته است هیچ ایده خاصی ندارد. هفته گذشته ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها با حضور جمهوری اسلامی در نشست بینالمللی امنیت عراق در پاریس مخالفت کردند فرانسه پیشتر آمادگی خود را برای میزبانی از جمهوری اسلامی در این کنفرانس اعلام کرده بود اما وزیر امور خارجه آمریکا حضور تهران در این کنفرانس را مناسب ندانسته بود رئیس جمهوری عراق نیز در گفتگو با خبرگزاری آسوشیت پرس از حضور نیافتن جمهوری اسلامی در نشست پاریس انتقاد کرده بود. در همین حال رهبران و دیپلومات های بیش از سی کشور توافق کردند که همه اقدامات لازم را تا حد مرز مداخله نظامی برای مقابله با تهدید دولت اسلامی انجام دهند. این توافق روز دوشنبه در نشست پاریس حاصل شد. به دنبال این گفتگوها لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که دولت اسلامی به هیچ وجه یک دولت نیست و نماینده اسلام هم تلقی نمی شود. او گفت دولت اسلامی جنبش خطرناکی است که همه کسانی که در این نشست حضور دارند باور دارند که باید آن را معو کرد. فابیوس همچنین تاکید کرد که در مقابل این جریان راه دیگری جز دفاع از خود وجود ندارد. و این چیزی است که جامعه جهانی به آن وادار شده است. ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق نیز از شرکت کنندگان در این نشست به خاطر حمایتشان تشکر کرد. در پایان این نشست ای صادر شد که نمایندگان 26 کشور به همراه اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل آن را امضا کردند. در این بیانیه از ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شهروندان سوری و عراقی به رهبری سازمان ملل متحد حمایت شده است. آنها همچنین تاکید کردند که از دولت جدید عراق برای مبارزه با شبه نظامیان داعش حمایت خواهند کرد. این کمک ها بر مبنای نیاز دولت عراق و قوانین بینالمللی بدون به خطر انداختن امنیت شهروندان ارسال خواهد شد. نشست پاریس صبح دوشنبه 15 سپتامبر با موضوع همیاری جامعه جهانی در رویارویی با داعش در عراق و سوریه آغاز به کار کرد وزیران خارجه سی کشور در این کنفرانس حضور داشتند جمهوری اسلامی و سوریه در میان مدعوین نبودند فرانسوا اولان در سخنرانی افتتاحی این نشست تاکید کرده بود که مقابله با داعش مستلزم توجه به آینده سوریه است فاد مسوم پیش از افتتاح نشست عنوان کرد که انتظار داشت جمهوری اسلامی نیز در بیان جمع باشد گفتنی دومین نشست فوری در بحرین برگزار خواهد شد تا در آن راههای قطع جذب کمک های مالی و انسانی از سوی نیروهای داعش بررسی شود تاریخ نشست هنوز مشخص نشده است اما انتظار می رود که پنجاب و یک کشور در نشست ساعتی شرکت کنند. در پی اعلام محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به زندان و پرداخت جزای نقدی از سوی سخنگوی قوه قضایی او و همکارانش تهدید کردند در صورت لزوم پشت پرده را افشا خواهند کرد آقای رحیمی در نامه به محسنی اژهای به حکم خود به شدت اعتراض کرده بود معاون احمدی نژاد به عنوان یکی از سرحلقه های فساد فاطمی متهم شده است. غلام حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی هفته گذشته و در جریان کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در تهران از محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد به حبس و جزای نقدی خبر داد. حدود یک هفته پس از اعلام محکومیت رحیمی در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضایی ضمن رد اتهامات خود تاکید کرد این اتهامات مربوط به برگزاری انتخابات بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده وی گفته این اتهام ارتباطی به سمت‌های دولتی نداشته و مربوط به همکاری و مسئولیت چندین ساله وی در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری طی سالهای پس از انقلاب 57 بوده است. آقای رحیمی با ادعای اینکه این همکاری با صلاح دید برخی بزرگان و مسئولان کشور بوده نوشته یک نمونه از اسناد مربوط را زمینه این نامه برای رئیس قوه قضایی ارسال کرده است در همین راستا روزنامه شرق در تازه ترین شماره خود نوشت اعضای تیم احمدی نژاد ابتدا با نوشتن نامه سرگوشادهی به رئیس قوه قضایی و شکایت به کمیسیون اصل نوت در جایگاه مطالبگری ایستادند. ولی وقتی در پاسخ به این اقدام خود با انتشار بخشهایی دیگر از جزئیات تخلف در دانشگاه ایرانیان و همینطور پاسخ رئیس کل دادگستری تهران به نامه رحیمی مبنی بر اینکه انتشار حکم اولیه اش غیر قانونی نبوده مواجه شدند، پا از انتشار نامه فراتر گذاشتند و حالا دوباره با تهدید به افشاگری گام به میدان گذاشتند. در ادامه گزارش شرق آمده است روز چهارشنبه هفته گذشته محفل یاران و هواداران احمدی نژاد گرده هم آمده بودند تا ناگفته های رحیمی از پشت پرده دادگاهش را بشنوند سایت خبری دولت بهار که ارگان خبری تیم احمدی نژاد است خبر این نشست را منتشر کرده اما تصریح کرده که به دلیل محرمانه بودن مسائلی که توسط رحیمی بیان شده محتوای آن را منتشر نمی کند. وبسایت دولت بهار نوشته است در این جلسه رحیمی به تشریح فرایند طی شده در مجرای پرونده قضایی خود پرداخته و در این جلسه گوشه ای از پشت پرده پرونده یاد شده و دستهای پنهان را بازگو کرد و وعده داد پس از انتشار قطعی حکم دادگاه بخشهای دیگری از پشت پرده پرونده را بازگو کند محمد رضا رحیمی در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد معاون اول او بود حضور رحیمی در این مقام پرهاشیه بود و از همان آغاز نام او با پرونده های اختلاس و فساد همراه بود دو تا از مهمترین این پرونده ها اختلاس در بیمه ایران و استانداری تهران بودند الیاس نادران یکی از نمایندگان و اصولگرای مجلس در 17 فروردین 89 در جلسه علنی مجلس گفته بود آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمعوری منابع از محل منابع فاسد و توضیح آن تصمیم گیری می کرده است. و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شدند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور حلقه فساد در خیابان فاطمی مربوط به پرونده فساد مالی در بیمه ایران است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی درباره این پرونده گفته است اعضای یک باند توانسته بودند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است. الیاس نادران همچنین در هفتم دیماه 89 فاش کرد که محمد رضا رحیمی در اواخر دوره مجلس هفتم در حالی که رئیس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون منبع مالی توضیح کرده است سایت علف متعلق به احمد توکلی نیز در شهریور 88 نوشت رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک 5 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پسگیری استیزاه علی کردان بود کردن وزیر کشور احمدی نژاد بود که به دلیل جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد و دارو نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعایش توسط مجلس استیزا و سمت خود برکنار شد. پرویز سروری سردار سپاه و نماینده مجلس هشتم نیز فاش کرد که رحیمی 900 میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند روزنامه دولتی ایران هم در زمان دولت دهم ده گزارش نوشت که دوست قدیمی رحیمی این پولها را برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند به رحیمی پرداخت کرده تا او به باهنر تحویل دهد عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در دیماه 92 اعلام کرد که محمد رضا رحیمی در حال حاضر با قرار وسیقه آزاد است در تازه ترین اظهار نظر محسن اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران گفته است پرونده محمد رضا رحیمی جزی از پرونده قطور مجموع اختلاس از بیمه ایران بود که بخشی قبلا و بخشی در زمان حاضر رسیدگی شده قسمتی نیز ممکن است در ادامه به پرونده ملحق شود گفته نیز رسیدگی به تخلفات مالی محمد رضا رحیمی که با تهدید احمدی نژاد متوقف مانده بود پس از پایان کار دولت دهم ده در دستور کار قوه قضایی قرار گرفت از دولت محمود احمدی نژاد به عنوان فاسدترین دولت در تاریخ ایران نام برده می شود که از حمایت های و مستقیم علی خامنه ای برخوردار بود. یک نماینده مجلس اسلامی با بیان اینکه تنها ده درصد اموال بابک زنجانی در ایران است و این اموال نیست صاحب دارد از فشار به نمایندگان مجلس برای رها کردن این پرونده خبر داد. پیشتر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی خبر داده بود بابک زنجانی با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار پول بیت المال را از بین برده گفته می شود نهادهای نظامی سپاه پشت بابک زنجانی هستند نماینده رشد در مجلس شورای اسلامی مدعی شد که شناسنامه و مدرک تحصیلی بابک زنجانی جلی است به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس امیر عباس سلطانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت بعضا کسانی که پرونده زنجانی را در مجلس پیگیری می کنند تحت فشار قرار می گیرند که پرونده را رها کنید چون امیدی ندارند که به جایی برسد این نماینده مجلس از کسانی که به نمایندگان مجلس فشار می آورند سخنی به میان نیاورده است اما پیشتر وزیر نفت و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی از نهادهای نظامی و نیز برخی وزرای نزدیک به احمدی نژاد در همکاری با بابک زنجانی خبر داده بودند. امیر عباس سلطانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در ادامه هم با بیان اینکه 90 درصد اموال بابک زنجانی در سایر کشورها به ویژه در ترکیه و تاجیکستان است گفت که وی بزرگترین سرمایه گذاری را در ترکیه انجام داده است نماینده بروجن در مجلس افزود مقدار باقی مانده در ایران هر کدام صد صاحب دارد که باز پسگیری آنها کار ساده ای نیست نماینده رشت در مجلس با بیان اینکه مستندات پرونده بابک زنجانی تحویل وی شده مدعی شد که در بررسی این مستندات تمام مدارک از جمله شناسنامه و مدرک تحصیلی بابک زنجانی جعلی بوده است آقای سلطانی پیش از این از باشگاه راه آهن و هواپیمای قشم به عنوان اموال مشاع بابک زنجانی نام برده و گفته بود که عمده اموال وی به نام دیگران ثبت شده است همچنین غلام علی جعفرزاده از دیگر نماینده های مجلس هم پیشتر یک هتل در کیش و یک زمین در فرمانیه تهران به ارزش 1700 میلیارد تومان را از جمله اموال بابک زنجانی اعلام کرده بود. محسن غمسری معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 13 همه تیر ماه گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهدهدار فروش بخشی از نفت خام و گاز کشور شدند نتوانستند محموله ها را به فروش برسانند و عمده بدهی آقای زنجانی به خاطر هزینه نگهداری این محموله ها در کشتی است سخنان این نماینده مجلس در حالی است که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی روز ششم شهریور از سرنوشت نامعلوم بیش از دو سوم بدهی بابک زنجانی به دولت خبر داده و گفته بود که بدهی بابک زنجانی مبلغی در حدود 8600 میلیارد تومان است که کمتر از یک سوم این پول در داخل است و مابقی پول مشخص نیست که کجاست عضو هیئت رئیسی کمیسیون انرژی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اسناد همکاری رضا زراب و بابک زنجانی در ترکیه را مطالبه کرده ایم افزود رضا زراب در دادگاه گفته است که تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری از خود نداشته است رضا زراب ایرانی تبار تبع ترکیه و ده ها تن دیگر 26 آذر ماه سال 1392 به اتهام پولشویی 87 میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو از ایران به ترکیه بازداشت شدند. دادستانی ترکیه در اردیبهشت ماه اعلام کرد که برای رضا زراب و دیگر متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده است. حمید حسینی خزانه اتاق بازرگانی تهران دوشنبه 24 شهریور در وبسایت خود نوشت که روز گذشته در استانبول جلسه ای دو ساعته با رضا زراب داشته وی وعده داده که محتوای گفتگوی خود با آقای زراب را منتشر خواهد کرد آقای حسینی 27 مرداد ماه نیز از انتشار مزایده فروش شرکت هواپیمایی اونور ترکیه متعلق به بابک زنجانی در روزنامه های ترکیه خبر داده و از مسئولان دادستانی و سازمان هواپیمایی خواسته بود نگذارند اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به قارت برده شود گفتنی است بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از 70 شرکت و دهها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد. گفته می شود وی با همکاری برخی از سرداران سپاه در دور زدن تحریم ها و فروش نفت به رژیم جمهوری اسلامی کمک می کرد. در این بخش از برنامه سری میزنیم به مهستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد مهمترین بحث در محافل سیاسی و رسانه ها در روزهای گذشته نحوه همکاری ترکیه با اطلاف ضد داعش بود هرچند ترکیه به طور رسمی و مشخص موضع خودش رو در این باره اعلام کرده و گفته که نباید بیش از کمک های انسانی از ما انتظار بیشتری داشت اما در این حال از آن چاکگل وزیر دفاع امریکا که در کمیته خدمات نظامی ناتو سخن میگفت عنوان کرده که ترک ها با ما همکاری می کنن و به همکاری خودشون ادامه خواهند داد چاکگل گفته که ترکیه همانند دیگر کشورها متوجه تهدیدات داعش هستش در همین رابطه یعنی نحوه همکاری ترکیه با اطلاف جهانی ضد داعش روز چهارشنبه نشست عالی امنیتی در کاخ چانکایا با حضور آقای رجب طیب رئیس جمهور و اعضای دولت و همینطور مقامات ارشد امنیتی ترکیه برگزار شد و تحولات اخیر در عراق و موضوع ایجاد یک منطقه حائل در مرزهای جنوبی ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت در این رابطه آقای داوود اوغلو گفتند که همه ریسک های امنیتی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و ترکیه نه تنها در قبال عراق و سوریه بلکه در قبال همه کشورهای اطراف از جمله اوکراین باید به حالت آماده باش باشه روزنامه حریت در مورد این جلسه مهم امنیتی با تیتری تحت عنوان تصمیم غیرمنتظره اجلاس امنیتی می نویسه در این جلسه تصمیم بر اون گرفته شد که ترکیه همکاری خودش رو با اعتلاف و همینطور مبادلات اطلاعاتی و امنیتی با امریکا رو ادامه بده همینطور روزنامه رادیکال ترکیه به نقل قول از نومان کرتلموش معاون نخست وزیر ترکیه می نویسه داعش علت نیست بلکه نتیجه استش و تا زمانی که علتهای به میان آمدن داعش از بین نره صلح پایدار ایجاد نخواهد شد روزنامه رادیکال به نقل از آقای کرتلموش می نویسه هیچ کدام از کشورهای عضو اطلاف مرز مشترک با داعش ندارن و شاید در مدت زمان کوتاهی داعش به مرزهای ترکیه برسه. اما سفر آقای اروغان در این هفته به قطر هم سفر مهمی در این رابطه بود و دو کشور در زمینه تحولات عراق و به ویژه های امنیتی پیرامون داعش بحث و بررسی های مفصلی رو داشتن جدای از این در سفر آقای اروغان به کشور قطر مبادلات اقتصادی و توافق های اقتصادی هم در این زمینه مطرح شد از جمله ایجاد یک شورای عالی استراتژیک و سرمایه گذاری ترکیه در بخش های اقتصادی از نتایج این سفر بود اما اظهار نظر آقای داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه هم در مورد عدم امضای بیانیه نهایی نشست جده پیرامون ائتلاف ضد داعش هم در نوع خودش شنیدنی آقای داوود اوغلو گفتن دلیل عدم امضای این بیانیه از سوی ترکیه به اندازه نیت امریکا آشکار و واضح استش او گفت استراتژی امریکا در مورد داعش بدون در نظر گرفتن بحران سوریه مشکل رو حل نخواهد کرد اما به دو خبر متفاوت اشاره بکنم نخصون که آقای ارغان رئیس جمهوری گفتن که هر آنچه که در توان دارم برای تدوین قانون اساسی جدید به کار خواهم گرفت میدونم یکی از اهداف عمده آقای اردوغان چه در مقام نخست وزیر و چه در مقام رئیس جمهور تلاش برای تغییر قانون اساسی ترکیه از نظام پارلمانی کنونی به نظام ریاستی هستش و در خبری پیرامون ایران و مشخصا شهر ارومیه شهردار ارزروم ترکیه آقای محمد مسکن با سفر به دو استان آذربایجان شرقی و غربی تفاهم نامه خواهرخاندگی میان ارزروم و ارومیه رو به امضا رسوند. شهردار ارزروم که پیشتر تفاهمنامه نامه ارزروم و تبریز رو به امضا رسونده بود در مورد اهداف تفاهم نامه خواهرخاندگی میان ارزروم و شهر ارومیه گفتن که هدف این تفاهم نامه برنامه مشترک اقتصادی و فرهنگی خواهد بود بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما رو می توانید در وبسایت ما به آدرس ایران فرد و دنبال کنید از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا تیوی نتورک با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم تا درود دیگر بدرود